در سال 1927، 29 نفر از فیزیکدانان برتر که دنیا رو تغییر داده بودند، در کنفرانس سولوی در بروکسل گرده هم آمدند. تنها زنی که بین این گروه از دانشمندان حضور داشت، ماری کوری. اما ماری کوری برای رسیدن به اینجا مسیر ساده‌ای رو طی نکرد. ماری کوری اهل لهستان بود. زندگی در لهستان در اواخر قرن 19 کار سختی بود. ورشو زیر سلطه روسیه بود. ماریا رویای انجام کارهای بزرگ افتخارآفرینی برای کشورش رو در سر داشت. اما روس‌ها زنان لهستانی رو از تحصیل در دانشگاه منع کرده بودند. با این حال در ورشو پایتخت لهستان دانشگاهی برای تحصیل زنان به صورت مخفیانه وجود داشت که ماریا و خواهر دیگرش برونیا در اون تحصیل کردند. بعد از اون ماریا به مدت 6 سال به عنوان معلم خصوصی کار میکرد و خواهرشو که در دانشگاه پاریس درس میخوند حمایت مالی میکرد. در سال 1891 ماریا به پاریس رفت. اون اغلب تا زمانی که کتاب خونه بسته میشد به مطالعه مشغول بود. اون گاهی اینقدر سخت کار میکرد که غذا خوردن و فراموش میکرد و بیهوش میشد. با وجود مشکلات از آزادی خودش شگفت زده بود. اون نوشت: مثل دنیای جدیدی بود که به روی من گشوده شد. دنیای علم که بالاخره اجازه یافتم اون رو در کمال آزادی بشناسم. اون مدرک فیزیک و سپس مدرک دیگه‌ای در ریاضیات گرفت و مدتی بعد با پیر کوری آشنا شد. پیر مثل خود ماریا عاشق علم بود و دستاوردهایی داشت. ماریا برای خدمت به کشورش به لهستان برگشت. اما دانشگاه کراکوف به دلیل زن بودن ماریا اجازه نداد که به عنوان استاد تدریس کنه. پیر کوری متقاعدش کرد که برای ادامه تحصیل به پاریس برگرده و اون هم به پاریس برگشت. مدتی بعد اونا ازدواج کردن. شریک زندگی و علم هم شدن. کار غیر معمول استخراج و جداسازی عناصر در یک کلبه نچندان خوب انجام شد. پیر و ماری 100 تن سنگ اورانیتو خورد و عنصری جدید رو کشف کردن. اونا اسمشو پولونیوم گذاشتن. تلاش اونا نتیجه داد. جایزه نوبل فیزیک در سال 1903 به ماری و پیر کوری و همکارشون بکرل برای تحقیقات در زمینه تشعشعات رسید. دانشگاهیان فرانسوی نمیخواستن ماری کوری به خاطر زن بودن در این افتخار شریک بشه. اما بعد از موضع‌گیری پیر کوری تصمیمشون تغییر کرد. به این ترتیب ماری کوری اولین زن برنده جایزه نوبل شد. اما روزای خوش اونا خیلی پایدار نبود. پیر کوری در اثر تصادف درگذشت. زمانی که ماری خودشو برای یک صندلی خالی به آکادمی علوم فرانسه معرفی کرد، با وجود همه دستاوردها و فعالیت‌های علمیش، اونا پیشنهادش رو رد کردن. در نهایت اون نوبل دوم رو هم برای کشف رادیوم به دست آورد. ماری کوری در آستانه تأسیس مؤسسه خودش بود که جنگ جهانی اول شروع شد. اون تجهیزاتی که داشت و سوار بر ماشین‌ها کرد تا به کمک اونها بتونن از بدن سربازا عکس بگیرن و گلوله‌ها و ترکش‌ها رو بهتر در بیارن. تخمین زده میشه که در پایان جنگ تلاش‌های اون جان 1 میلیون نفر را نجات داد. ما همین الان از هزاران اختراعی که تأثیر گرفته از اکتشافات ماری کوری هست استفاده می‌کنیم. مثل پرتو درمانی. اون دنیای ما رو تغییر داد و نشون داد زن بودن محدودیت نیست. برای داشتن جامعه سالم، زنان و مردان باید فرصت‌های برابری داشته باشن تا بتونن استعداداشون رو شکوفا کنن.